سلام 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 خدمت همتون. صدا دارین بچه ها؟ صدا میاد واسه تون؟ اگه صدا میارید بله بزنین اینجا. خب اوکی 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 اوکی. خب شهراتون هم بزنین واسه من. از کدوم شهرین؟ شهراتون اردبیل، همدان، ارومیه، مشهد، اسفراین، تهران، کهنوج، مشهد، مشهد، اسفراین. اوکی اوکی اوکی. چناران. خب مشهد اوکی اوکی. بریم شروع کنیم. مشهد اوکی. مرسی. خب گوش کن، ما برنامه که داریم، من دهم هنوز نخونم. آره سجاد نوری همشو بیا من هم دهم کار میکنیم، هم یازدهم هم دوازدهم. گوش کن، من فقط طرز کارمون بهتون بگم، طرز کارمون رو بهتون فقط بگم، بعد بیایم سراغ این قسمت. گوش کن، این یکم جدیده. خب اوکی، قلمش من بزرگتر کنم. خب سلام. خب گوش کن، این کلاسی که من واسه تون گذاشتم اسم کلاسش چیه؟ تست آخر. کلاس پس چیه؟ تست آخر. این کلاس تا آخر سال، من مثلا این کلاس رو میذارم، کلاس اصلا کلن رایگانه. خب کلاسش کلن رایگانه تا آخر سال. هر هفته یه جلسه است. اگه وقت داشته باشم، وقت هم زیاد بیاد، شیفتم کم باشه تو بیمارستان، واسهتون دو جلسه سه جلسه هم واسهتون میذارم. شرکت برای همه هم رایگانه. اینجوری هم نیست که من الان ازتون مجانی بگم بیاین سر کلاس بعد پولیش کنم. درسته؟ سلام دوباره، سلام. کلاس ها ضبط نمیشه، فقط یه بدی دارین، کلاس ها ضبط نمیشه. کسایی میان که از کلاس بخوان استفاده کنن، کسایی میان وقت بذارن، این کسایی میتونن از کلاس ها استفاده کنن. پس اسم کلاس چیه؟ تست آخره. من درسنامه میدم تست میزنم، درسنامه میدم تست میزنم. درسته؟ میگن چی کار میکنی؟ خب اگه صدا قطع میشه باید برین دوباره بیاین. میگن چی کار میکنی؟ من هم دهم کار میکنم، هم یازدهم کار میکنم، هم دوازدهم کار میکنم. جفت اینا، هم دهم، هم یازدهم، هم دوازدهم. چیزا که خیلی مهمه، اگه وقت کنم که همه رو درس میدم. خب اما چیزا که خیلی مهمتره، مثلا محلول به درس میدم، اسیدازت کامل درس میدم، الکترو به درس میدم، الان میخوام تعادل شروع کنم. درسته؟ همه چیو درس میدم. بعد میگن در چه ساعتی کار میکنی؟ صفر کار میکنی؟ 50% کار میکنی؟ 100% کار میکنی؟ سطح بالا کار میکنی؟ سطح پایین کار میکنی؟ چجوری کار میکنی؟ اینا همش بستگی به خودتون داره، بستگی به خودتون داره. من اگه ببینم سطح کلاستون بالاست، یه جوری باهاتون کار میکنم که به بالا 80% بزنی. اگه ببینم بچه‌ها سطح کلاستشون پایینه، من پایین کار میکنم، میارمشون به سمت بالا میرسونم. درسته؟ با جلسه کنکور 90 فرق داره 100%. من شبتون بخیر به صورت تشریح یا تستی، من تستی کار میکنم. یه چیزی هم که فقط بهت بگم، یه چیزی بذار بهت بگم، بچه که با من کلاس داشتن میدونن من هر روشی که به تو بگم هیچ جا دیگه نمیتونی ببینی. مثلا استیکومیتی به درس بدم، مثلا گوش کن، مثلا من به استو درس بدم، مثلا روش مثلا سگام درس میدم، اینو مثلا کسی نشینه، شهرهای دیگه باشن عمرا اینو نشینیدی. مثلا من بخوام محلول اسید باز به درس بدم، مثلا با روش نقشه گنج به درس میدم، سینا نشینیدی. یعنی هر چیزی اینجا یاد بگیری هیچ جای دیگه نیست، اصلا هیچ جا نیست. به قول میدم تو اصلا برای اثبات حرفم، تو کانالم ویدیو رایگان گذاشتم، ویدیو استو گذاشتم، برو نگاه کن ببین اصلا کجا، تو کدوم کتاب، کدوم دبیر همین چیزی بهت میگه. هیچ دبیر همین چیزی بهت نمیگه، یعنی خیالت راحت کنم. اوکی، هم دهم، هم یازدهم، هم دوازدهم. اگر ببینم ساعتتون خوبه، چیزای بلدی، میخوایم بالاتر برسیم، من یه چیزی باید کار میکنم که اصلا دبیرت هم بلد نباشه، میرسونم به 100%. اگه ببینم همتون ضعیفین، از صفر شروع میکنم، میرسونم مثلا به درصد بالا. اگه ببینم 50% این تست متوسط رو به بالا باید کار میکنم. من هر سطح جزوه رو وسط دارم، هم جزوه آسون دارم، هم جزوه متوسط دارم، هم یه جزوه دارم جزوه پیشرفت است. استاد خدای نقشه گنجتون خیلی توپ بود. نقشه گنج ببین مثلا روشم اینجوری، گوش کن، ضبط نمیشه. نه گوش کن، مثلا روش نقشه گنج من برات میذارم امشب. نقشه گنج مثلا اسید باز سخت ترین مبحث کنکور دیگه. نقشه گنج رو یاد بگیری هیچ تستی نیست که نتونی بزنی، هر تستی باشه سطح بالا، باش سطح بالا هم کار میکنم. مثلا بچه‌ها ببینم سطحشون چجوریه. محمد یه جوری کار میکنم که به درد تو هم میخوره، تو اگه مثلا سطحت 80% درصدی، این کلاس هم به درد تو هم میخوره.
اوکی؟ فقط پایاتون رو به من بگین، پایه چندمی؟ آدرس کانال هم بهتون میدم، فقط پایاتون رو به من بگین، پایه پایه میخوام ببینم چجوری، دهم، دوازده، دوازده پشت کنکور، یازده، دوازده، دوازده، یازده، دوازده، 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 یازده، یازده، مثلا خب اونایی که گفتن دوازده هم سال اول یا سال دوم، همین رو من بگو، سال اول یا سال دوم، اول، 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 خب اوکی، اوکی، عالیه، 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 گوش کن، گوش کن، من یه چیزایی باید کار میکنم که میستم که هیچ جا نهیده باشی، مثلا من استیکیومتریم و نقشه گنجم هم محلول، هم اسیدو بازم داخل کانال هست، برو اسیدو بازو نگاه کن، یعنی اگه خنگم باشی، اگه خودم بخوای اشتباه کنی، تست حل نکنی، نمیتونی، انقدر روشش خوبه، هیچ جایی نمیتونی ببینی، بهت قول میدم. این جلسه میخوام باهاتون چیکار کنم؟ این جلسه مبحث جدید میخوام کار کنم. مبحث تعادل. مبحث چی؟ تعادل. تعادل، یه چیزی میگم من روشش هم بهت میگم. میگم چجوری حلش کنی خیلی آسون تر باشه. تیپ بندی شده است جزوم. تعادل کجا اومده؟ هم 1-12 اومده. هم فصل 2-12 اومده. در کنکور دو تا تست داره. درسته؟ من شروع میکنم از صفر صفر درس میدم. یه مسئله تعادل چجوری حل کنیم؟ چه واکنشی اصلا واکنش تعادلیه؟ چجوری باید حلش کنیم؟ چجوری آسان‌تر حلش کنیم؟ چجوری سطح بالاتر حلش کنیم؟ سوال سخت‌تر حل کنیم؟ اینا همه رو واسه حل میکنم. خب؟ چیزی که من خب شروع کنم واسه تعادله. بعد بستگی به سطح کلاستون میارمتون رو خط. اینجا قابلیتی که بیاین رو خط رو داره. خب میارم رو خط. بعد بچه‌ای که قوی تر باشن باز جدا میکنم، واسه اون کلاس بیشتر میذارم، کلاس سطح بالاتر میذارم، این کارو میکنم، همه بچه‌ها میدونن من هر سال این کارو میکنم، بچه‌ای که قوی تر باشن جدا میکنم از بچه‌ای که ضعیف ترن. سعی کن با کلاس بیای جلو، یعنی با کلاس بیای جلو، هیچ مشکل دیگه نداری. من میخوام تعادل به درس بدم. هیچ گروهتون نخوندین تا الان؟ دهم که نخوندن، یازدهم هم نخوندن، دوازدهم هم هنوز به اینجا نرسیدن. و برسن فصل 4 12، فصل 1 12 وسطش. من به درس نمیدم و برو مدرسه. ببین چه جوری حل می‌کنی. جلسه بعدی به نقشه گنج بگیرم، اسید باز. نقشه گنج اگر خودت هم بخوای اشتباه کنی، نمیتونی اشتباه کنی. نمیتونی اصلا حل نکنی. درسته؟ میخوای حل نکنی، بعد نمیتونی. 100% حلش می‌کنی. 12م هم 12م امسال می‌خونم. اوکی. ببینیم سراغ تعادل، سراغ تعادل. فقط پا به پای کلاس بیا جلو. پا به پای کلاس بیا جلو همین. گوش کن. بریم سراغ چی؟ مسائل تعادل. مسائل تعادل. درسته؟ من نمیخوام به تعریفی بگم، تعریفی همه جا نوشته. من میخوام بعد یه کلمه درس بدم، اندازه نصف یه صفحه درس دادم، توضیح بدم، بعد برم مفهومش رو بهت بگم، بعد برم شروع کنم به چی؟ به سوال حل کردن. همین. من نمیخوام زیاد به درس بدم، چیز تشریحی بگم، چیزی تو همه کتاب هست. من میخوام چیکار کنم؟ یه صفحه مفهوم بهت بگم، بعد برم سراغ بقیش. آدرس کانال که خواسته بودین یه ادساین میذارین، 4 تا شیمی پشت سر هم دیگه، شیمی، 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 اینو میذاری، آدرس کانال میاد بالا. کلاستون ساعت چند؟ 1 ساعت 1 ساعت و نیم. میشه اول استیکیومتری رو بگین؟ فایز عباسی، من استیکیومتری قبلا درس دادم، ویدیوشو برو نگاه کن، تو سایت گذاشتم، زده کارگاه استیکیومتری. خب تعادل بعضی نخونی، من صفر به درس میدم. استیکیومتری هم وسط گذاشتم. اصلا تو کانال من بری همه چی رو به درس دادم. سینتیک هست، محلول هست، نمیدونم استو هست، اسید باز هست، همه چی هست. تو کانال من همه چی گذاشتم. برو روشو یه نگاه بنداز. مثلا الکتروشیمی که سخت‌ترین مبحثه، 3 جلسه گذاشتم، 3 جلسه رو ببینی از دبیر بیشتر معلوماتت بالا میره. خب مسائل تعادل. گوش کن. مسائل تعادل چیه؟ واسه چند دقیقه دیگه برای چی وایستم؟ گوش کن. مسائل تعادل. ببین یه واکنشی هست فقط یک طرفه انجام میشه، مثل این واکنش، مثلا 3H4 به اضافه O2 میدهد 3O2. ببین فقط گوش کن، من نمیخوام زیاد به مفهوم توضیح بدم. 3O2 به اضافه H2، این واکنش چه واکنش سوختن. تو وقتی مثلا یه کاغذی رو میسوزونی میتونی برعکسش هم انجام بدی، بگی مثلا حالا خاکستر آب با هم دیگه قاطیش این سود و آب، به من کاغذ بدیم به اضافه مثلا O2، همین چیز نمیشه دیگه. این واکنش برگشت پذیر نیست، این واکنش برگشت پذیر نیست. برای چی؟ چون وقتی چیزی بسوزه دیگه اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی. مثلا کاغذ بسوزونی
دیگه میتونی کاغذ دوباره برگردونی بگی خاکستر و آب دوباره و دود با هم دیگه قاطیشین، من کاغذ به من بدین، همین چیزی اصلا امکان پذیر نیست دیگه، درسته؟ پس این واکنش برگشت پذیر نیستن، اما یه واکنشایی داریم برگشت پذیرن، یعنی هم در جهت رفع انجام میشن هم در جهت برگشت. مثلا یه مثال میخوام واسات بزنم، این واکنش ان دو به اضافه 382 میدهد 2 تا ان هایی 3، درسته؟ مثلا قطع و وصل میشه، باید دوباره بری بیرون دوباره بیای داخل، بری بیرون دوباره بیای داخل. مثلا این واکنش ان دو با هاشو ترکیب میشه به ان هایی 3 میده، این واکنش در جهت برگشت هم انجام میشه، هم در جهت رفع هم در جهت چی؟ برگشت. بهشون میگن واکنش های برگشت پذیر. واکنش های چی؟ برگشت پذیر. یه سری از واکنش های برگشت پذیر هستن، بهشون میگن واکنش های چی؟ تعادلی. درسته؟ پس یا واکنش ها برگشت پذیرن یا واکنش ها برگشت ناپذیرن. یه دسته از واکنش ها هستن از واکنش های برگشت پذیر که بهشون میگن واکنش های تعادلی. پس واکنش های چی؟ تعادلی. مثلا این واکنش ان هاش 4 مثبت به اضافه ان او 3 منفی، ان او 3 منفی میدهد ان هاش 4 او هاش، درسته؟ به این واکنش رو میگم واکنش چی؟ تعادلی، یعنی هم در جهت رفع انجام میشه هم در جهت چی؟ برگشت، درسته؟ حالا من میخوام برم سراغ اصل مطلب. برای واکنش های تعادلی میتونی یک معیار تعریف کنی، یه معیار تعریف میکنی. پس برای واکنش های چی؟ تعادلی یک معیار تعریف میکنی، بهش میگی چی؟ کا. اسم کا چیه؟ ثابت پیشرفت واکنش، درسته؟ یا ثابت تعادل یا ثابت پیشرفت واکنش، بهش ثابت تعادل هم میگن، درسته؟ پس برای واکنش های تعادلی میتونی کا تعریف کنی. کا چیه؟ ثابت تعادل یا ثابت پیشرفت واکنش. اوکی؟ چند نکته داره این کا؟ پس به کا چی میگفتن؟ ثابت تعادل. نکتهش چیه؟ کا به ما چی رو نشون میده؟ میزان میزان پیشرفت واکنش رو به ما نشون میده. برای چه واکنش های تعریف میشه؟ برای واکنش های تعادلی. خب یه نکته داره، اگر بخوام کار رو تعریف کنم کا فرمولش چیه؟ غلظت، وقتی کروشه میذارم یعنی غلظت، غلظت فراورده ها بر روی غلظت واکنش دهنده ها. پس چی شد؟ غلظت فراورده تقسیم بر غلظت چی؟ واکنش دهنده. به این میگم فرمول کا. پس کا چیه؟ ثابت تعادل. چیه به ما نشون میده؟ میزان پیشرفت واکنش. برای چه واکنش های تعریف میشه؟ واکنش های چی؟ تعادلی، درسته؟ خب یه نکته داره، در ثابت تعادل مواد جامد یعنی اس و مواد مایع رو نباید بذاری چون غلظتشون ثابته. اینجا غلظت مگه نیست؟ غلظت فراورده تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. چون مواد جامد و مایع غلظتشون ثابته نباید بذاری، اما مواد گازی و مواد محلول رو میتونی بذاری. چیزی که برای مهمه همیناست، فقط همینا. کاچیه ثابت تعادل، چی رو نشون میده؟ میزان پیشرفت واکنش. برای چه واکنش های تعریف میشه؟ واکنش های تعادلی. فرمولش چیه؟ غلظت فراورده تقسیم بر غلظت واکنش دهنده، درسته؟ چه موادی رو نباید تو فرمول بذاری؟ مواد جامد و مایع، چون غلظتشون چیه؟ ثابته، سی تیه، درسته؟ چه موادی رو میتونی بذاری؟ گازی و محلول، همین، درسته؟ خب بریم سراغ چی؟ حل سوال. میخوام الان مثلا یک مثال واسات بزنم. مثلا ان دو به اضافه 382 میدهد 2 تا ان هاش 3. این گازی، گوش کن الان میخوام برم سوال حل کنم، گازی درسته؟ میگه برای این واکنش ثابت تعادل واسه من بنویس. میگم کا مساوی چی بود؟ غلظت فراورده. فراوردم اینجا چیه؟ ان هاش 3. پس اینجا میبینم چی؟ ان هاش 3. اگر ضریب داشت بذار توان این، ضریبش چنده؟ 2. پس توان این چقدره؟ 2، درسته؟
تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. واکنش دهنده چیه؟ اندو. پس می‌نویسی غلظت اندو ضرب دره. اینجا چی داری؟ H2 به توان چند؟ به توان ضریبش 3. به این میگن عبارت ثابت تعادل. یه مثال دیگه، یه مثال دیگه. الان میخوام برم دیگه سوال حل کنم. Ca 3+3 جامد میدهد کلسیوم اکسید جامد به اضافه CO2 گازی. میگه ثابت تعادل واسه من بنویس. ثابت تعادل میبینم کا مساویه غلظت فراوره تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. من یه نکته بهت گفته بودم. اون نکته چی بود؟ اون نکته چی بود؟ گفتم مواد جامد رو نباید بذاری. این ماده جامد رو نباید بذاری. فقط مواد چی رو میذاری؟ مواد گازی و محلول. اینجا CO2 میذارم. توانش دهنده ضریبش 1، اینجا توانش هم 1. فراوردم چی؟ فراورده‌ای ندارم که گازی و محلول باشه. تقسیم بر چی می‌کنی؟ 1 می‌کنی. درسته جامدمایی نباید گذاشت. شیوا کریم آبادی تو رفتی دوباره برگشتی به خاطر این قسمت متوجه نشدی. خب حالا گوش کن، این قسمت از همه جا مهمتره. این قسمت از همه جا مهمتره. من اینو بگم دیگه سوال حل میکنم. میای چیکار میکنی؟ مثلا این واکنش داری، N2 به اضافه CH2 میدهد 2 تا NH3. میگه کارو برای این حساب کن. هر موقع خواستیم کارو حساب کنیم میای چیکار میکنی؟ واکنشو مینویسی. پس میخوام روش حل سوال بهت بگم. خیلی خوبه این روش حل سوال. میخوام بهت بگم گوش کن، میام چیکار میکنم؟ میام چیکار میکنم؟ واکنشو مینویسم. یه خط اینجا میکشم، یه خط اینجا کشیدم. پس یه خط اینجا میکشم. بعد چیکار میکنم؟ پس واکنشو مینویسم، یه خط اینجا مینویسم. اینجا مینویسم مقدار اولیه. مقدار چی؟ اولیه. حالا سوال حل کنم میفهمی دقیقاً واسه جا میفته. مقدار اولیه. اینجا چی مینویسم؟ مصرفی و تولیدی. اینجا چی مینویسم؟ در تعادل. پس هر موقع خواستی سوال تعادل حل کنی میای چیکار میکنی؟ واکنشو مینویسی. بالاش مینویسی اولیه، بالای خط مینویسی مصرفی و تولیدی، پایین مینویسی در تعادل. همین. این کارو واسه من باید انجام بدیم. درسته؟ اینجا هم یه مربع میکشی. اینجا یه مربع میکشی. حجمی که سوال بهت میگه رو اینجا میذاری. پس همین. این جدول واسه من خیلی مهمه. این جدول واسه من خیلی مهمه. بالا اولیه، اینجا مصرفی و تولیدی، پایین در تعادل. اینجا هم حجم رو مینویسی. اوکی؟ چند تا نکته داره. چند تا نکته خیلی خیلی مهم. نکته اول چیه؟ نکته اولی که میخوام بلد باشی. من این فایلشو وسط میذارم. خب فایل وسط میذارم. نکته اول مقدار اولیه فراورده، مقدار اولیه فراورده ها همیشه صفر است. درسته؟ پس مقدار اولیه فراورده ها اینجا همیشه باید چند بذاری؟ صفر بذاری. واکنش دهنده رو نمیدونم، فقط مقدار اولیه فراورده برابر چنده؟ صفر. پس مقدار اولیه فراورده برابر چنده؟ صفر. این واسه من خیلی مهمه. نکته دوم، این خیلی، این دیگه روش کلید سوال هست. در مسائل هر چی گفتن دوباره از اول مرور میکنم، میرم سوال حل میکنم. در مسائل ثابت تعادل، در مسائل ثابت تعادل فقط مقدار مصرفی و تولیدی به درد ما میخورد. پس در مسائل ثابت تعادل کدوم قسمت به دردت میخوره؟ این قسمت به دردت میخوره. گوش کن، این قسمت به دردت میخوره. چرا؟ چون با داشتن، چون با داشتن مقدار مصرفی و تولیدی یک ماده میتوان مصرفی و تولیدی سایر مواد را
مواد را محاسبه کرد. پس گوش کن، من از اول دوباره یه مرور میکنم. تمومه تعادل، تدریسش تموم شده، من فقط دیگه میخوام تست بزنم. گوش کن، اولین چیزی که بهت گفتم چی بود؟ اولین چیزی که بهت گفتم، گفتم واکنش ها یا برگشت پذیرن یا برگشت ناپذیر. برگشت ناپذیر مثل چی؟ مثل سوختن. تو اگر یک کاغذ رو بسوزونی دیگه نمیتونی برش گردونی دوباره. اگر مثلا اون دوده با خاکستر با هم دیگه ترکیب بشن بهت کاغذ که نمیدن دیگه. پس به این واکنش میگن برگشت پذیر نیستن یا برگشت ناپذیر. اما یه واکنش هایی دارین هم در جهت رفت انجام میشه، هم در جهت رفت، هم در جهت چی؟ برگشت. درسته؟ به این واکنش ها میگن واکنش های برگشت پذیر. واکنش تعادلی چیه؟ به زیر شاخه از واکنش های برگشت پذیر میگن واکنش های تعادلی. این دو تا فلش داره، هم در جهت رفت، هم در جهت برگشت. این از نکته اول. نکته دوم چی گفتم؟ گفتم اگر واکنش تعادلی داشته باشی، یعنی هم در جهت رفت، هم در جهت برگشت داشته باشی، میتونی براش چی تعریف کنی؟ کا یا ثابت تعادل. کا یا ثابت تعادل. خب نکات ثابت تعادل چیه؟ بهش میگن ثابت تعادل. چی رو به ما نشون میده؟ میزان پیشرفت واکنش. هرچه عدد بزرگتری باشه پیشرفت واکنشت بیشتره، هرچه عدد کمتری باشه پیشرفت واکنشت کمتره. خب برای چه واکنش های تعریف میشه؟ واکنش های تعادلی. چه موادی رو نباید تو فرمول بذاری؟ مواد جامد و مایع رو نباید تو فرمول بذاری. حواست باشه، این حل تست ها خیلی مهمه. مواد گازی و محلول رو میتونی بذاری. اوکی؟ فرمول کار چیه؟ غلظت فراورده ها تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. مواد جامد و مایع رو نباید تو فرمول بذاری. حواست باشه، خیلی واسه من مهمه. این نکته بعدی. نکته بعدی چی بود؟ اومدم وسط کار رو نوشتم. کار چی بود؟ غلظت فراورده تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. یه بار دیگه می‌نویسم. اینجا مگه فراورده چیه؟ انهایسته. به توان ضریبش می‌ذارم اینجا. درسته؟ ضریبش رو توانش هم داره. تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. این واکنش دهنده است. توان ضریبش چقدره؟ یک. پس توانش هم یک می‌ذارم. هاش دو چی؟ ضریبش 3، توانش هم 3. پس مواد جامد و مایع رو نباید بذاری، فقط گازی و محلول. الان اینجا نگاه کن، این جامد بود نذاشتم، این جامد بود نذاشتم. درسته؟ خب فراوردم چی؟ CO2 رو گذاشتم، اما کلسیم اکسید یا CaO رو نمیذارم چون جامد ثابته. تقسیم بر غلظت واکنش دهنده، واکنش دهنده هم جامد بود، هیچی ندارم بذارم، پس یک میذارم. اوکی؟ این از این. خب تموم شد دیگه. هر موقع بخوام سوال حل کنم، هر سوال تعادلی، هر سوال تعادلی که بخوام حل کنم، میام چیکار میکنم؟ میام یه جدول میکشم، اینجا میذارم اولیه، اینجا واکنشو مینویسم، اینجا مینویسم مصرفی و تولیدی، اینجا هم خط میکشم مینویسم در تعادل. اوکی؟ یک مربعم اینجا باز میکنم، حجمو میذارم، حجم که سوال میگه رو میذارم. خب دو تا نکته خیلی مهم داره، دو تا نکته خیلی مهم. اینا رو یاد بگیری، کل تعادل یاد گیر. دو تا تست کنکور تموم شده. سوال یک چی گفته؟ مقدار اولیه فراورده همیشه برابر چنده؟ 0. پس برای فراورده اینجا چند میذاری؟ همیشه 0 میذاری. این از این. نکته بعدی، نکته بعدی که خیلی واسه من مهمه، در مسائل ثابت تعادل فقط مقدار مصرفی و تولیدی به درد ما میخورد. کدوم قسمت به دردت میخوره؟ کدوم قسمت؟ خیلی مهمه، فقط این قسمت به دردت میخوره. برای چی؟ چون با داشتن مقدار مصرفی و تولیدی یک ماده میتونی بقیه مواد هم حساب کنی. یعنی چی؟ مثلا من فرض میکنم، گوش کن، اگه دو تا فراورده واکنش دهنده داشته باشیم بینش ضرب میذاریم. درسته؟ بینش ضرب میذاریم. مثلا مصرف و تولید یعنی چی؟ فرض میکنم مثلا یک مول از اندو مصرف شده، پس میذارم منفی 1 چون مصرف شده، 1 میذارم. چقدر از هاشتو مصرف شده؟ ببین ضریب هاشتو چند برابر اندو؟ 3 برابر. پس 3 مول ازش مصرف میشه. درسته؟ خب ضریب انهایسه چند برابر اندو؟ 2 برابر. این ضریبش 2، این ضریبش 1. پس چقدر از این تولید میشه؟ 2 مول. این ردیف واسه من خیلی مهمه، چون اگر یکی رو داشته باشم بقیه رو میتونم بنویسم. اوکی؟ این از این. بریم سوال حل کنیم. مرسی خانم سعیدی، ممنونم استاد گرانقدر.
بریم سوال. حالا تو سوال یاد میگیری، درسته؟ تو سوال میفهمی نکته کجا به دردت میخوره، میفهمی کجا به دردت میخوره. من دیگه سوال از سوال آسون شروع میکنم. فاطمه رضوانی، فایلشو واسهت میذارم تو کانال، حتما گوش کن. اینو من از چی روی که دیگر بیارم قبلیه رو این گوش کن. سوال میکنم. اول میام چیکار میکنم؟ سوال اول یاد بگیری، بقیه رو یاد گرفتی. به خدا دیگه از این بهتر نمیتونی حل کنی. من این روش خوب بهت یاد میدم الان، باز این روش خوبترم بهت یاد میدم، یه روش خیلی خوبتر. سوالش آسونه، گوش کن. من میگم گفته چی؟ ثابت تعادل چقدر است؟ گفتم گام اول، گوش کن، یه دونه سوال من حل کنم، بقیه رو یاد گرفتی. به خدا کسی از این بهتر نمیتونه بهت یاد بده. واکنشو میام میمیسم، دو تا N2 O5 میدهد 4 تا NO2 به اضافه O2. من اینو نوشتم، درسته؟ همیشه گفتم یه مربع بکش، حجمم بنویس. خب حجم مربع داره چقدر؟ 2 لیتر. پس V مساوی 2 لیتر. همیشه مربع رو بنویس. حالا بیا اینجا خط بکش، اینجا اولیه، اینجا مصرفی و تولیدی، اینجا هم در تعادل. پس اومدم حجمو نوشتم، واکنشو نوشتم، این ستان هم نوشتم. تو اینجا که چیزی نیست، تو اینجا که مثلا کاری نکردم. حالا سوالو بخون ببین من چقدر کمک کردم اینجا. چی گفته اینجا؟ میخوام سوالو بخونم حلش کنم. گفته اگر مقدار 1 مول N2O5، پس مقدار اولی N2O5 چقدر بوده؟ 1 مول. بالاش گذاشتم مقدار اولی N2O5 1 مول. خب یه نکته هم بهت گفتم، مقدار اولی فراورده برابر چقدره؟ 0. پس این 0ه، اینم 0ه. ببین دقیقا مثل بازیه، جدول کامل میکنی، درسته؟ پس اینجا چی میذاری؟ 1 میذاری، اولی فراورده رو میذاری 0. گفته در حالت تعادل 50% N2O5 تجزیه شده. یعنی 1 مول داشتی چقدرش تجزیه شده یا مصرف شده؟ 50%. میشه چقدر؟ این 0 با این 0 خط میخوره، میشه نیم. پس نیم مول از N2O5 چی شده؟ تجزیه شده. پس مصرفی N2O5 چقدره؟ منفی نیم مول، درسته؟ پس منفی نیم مول، پس شده 1 ضرب در چی؟ 50%. گفته 50% تجزیه شده 1 مولش، میشه نیم مول ازش تجزیه شده. خب حالا میخوام برم چیکار کنم؟ میخوام برم با اعداد بازی کنم. خب ضریب NO2 چند برابر N2O5؟ کجا گفته در تعادل؟ خب دیگه گفته 50% تجزیه شده. وقتی میگه تجزیه شده، این مصرف شده، نه وقتی میگه تجزیه شده باشه، این مصرف شده، باید قسمت مصرفی بنویسی. قسمت چیه؟ مصرفی، درسته؟ این از این. خب توی تعادل نباید بنویسیم، گوش کن، چون گفته تجزیه، تجزیه یعنی مصرف شده. پس اومدم چیکار کردم؟ اومدم جدول رو کشیدم، اولیه مصرف و تولیدی در تعادل، اولیه N2O5 چقدر داده؟ 1 مول، 1 گذاشتم. مقدار اولی فراورده برابر چقدر؟ 0 رو گذاشتم، درسته؟ گفته در حالت تعادل، نه قسمت در تعادل، گفته 50% گاه تجزیه شده. یعنی اگر 1 مول بوده، ضرب 50%ش کنم میشه نیم مول، یعنی نیم مولش مصرف شده. وقتی اینکه تجزیه شده یعنی مصرف شده. خب ضریب NO2 چند برابر N2O5؟ این 4 N2، پس میشه چقدرش؟ 2 برابره. پس مقداری که از این تولید شده 2 برابر اینه. 2 برابر نیم میشه چقدر؟ مثبت 1. سمت راست حجم نوشتم، گفته ظرف 2 لیتری، ویو گذاشتم 2 لیتر. این از این. پس گفته نیم مول از این تجزیه شده. حالا گفتم مصرفی و تولیدی به دردمون میخوره، میتونیم بقیه موادو بنویسیم. خب مصرف و تولیدی N2O5 چقدره؟ درسته؟ از این نیم مول مصرف شده. میخوام ببینم چقدر از این تولید شده. گفتم با استفاده از این ردیف میتونی بقیه رو بنویسی. خب ضریب NO رو چند برابر N2O5؟ 4 برابر، ببخشید 2 برابره. پس مقداری که از این تولید میشه 2 برابر اینه. اگر از این نیم مول مصرف بشه 2 برابرش تولید میشه، میشه 1 مول. خب ضریب O2 چند برابر NO2؟ 1/4.
درسته؟ درسته؟ این ضریبش چقدر؟ یک، این ضریبش 4. پس ضریبش 1/4. اگر از این یک مول تولید بشه، از این چقدر تولید میشه؟ 1/4. این 1/4 یک میشه چقدر؟ 25 صدم. این هستی. درسته؟ پس چی شد؟ من اینو نوشتم. ضریب NO2 چند برابر N2O5 بود؟ 2 برابر. پس مقداری که از این تولید شد 2 برابر این بود. اگر از این نیم مول مصرفش، از این یک مول تولید میشه. خب میخوام O2 رو بنویسم. خب O2 ضریبش چند برابر NO2؟ 1/4. پس اگر این 1 بشه، این میشه چقدر؟ 20%. نمیشه گفت نصف واکنش دهنده؟ چرا اونم میشه گفت. حالا میخوام ردیف آخر رو بنویسم. 1 مگه بالا 1 نیست؟ اینجا منفی نیمه. 1 منهای نیم میشه چقدر؟ نیم. اینجا مگه 0 نیست؟ 0 به اضافه 1 میشه چقدر؟ مثبت 1. اینجا چی؟ 0 بلا 25% میشه چقدر؟ 25%. درسته؟ خب حالا میخوام چی رو بنویسم؟ میخوام کار رو بنویسم. میخوام چیکار کنم؟ کار رو بنویسم. میام چیکار میکنم؟ چرا نسبت؟ خب نسبت به واکنش دهنده میگه هیچ فرق نمیکنه. هیچ فرق نمیکنه. نسبت به اونم میتونی بگی. نسبت به اونم بگی همونه. گوش کن، میخوام کار رو بنویسم. کار رو میرم توی صفحه دیگه. این 25% بود، این 1، این نیم. حجمش هم چقدر بود؟ 2 لیتر. خب یک صفحه سفید، صفحه سفیدمون کجاست؟ گوش کن. پس اینجا نیم بود، این واکنش دهنده بود، فراورده همون چی بود؟ 1 بود، 1/25. حجممون هم چقدر بود؟ 2 لیتر بود. حالا میخوام براش کا رو بنویسم. کا اینا چی بود؟ این مول بود، این مول بود، اینم مول بود. حالا میخوام کا رو بنویسم. کا چی بود؟ غلظت واکنش دهنده تقسیم بر غلظت چی؟ فراورده. خب 25 صدم مگه مول نیست؟ هر موقع خواستی مولو بنویسی با تقسیم بر لیترش کنی بذاری. خب 25% میشه 1/4. 1/4 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 1/8. پس اینجا چی میذاری؟ 1/8. درسته؟ ضرب دره. مگر این 1 نیست؟ باید تقسیم بر چی کنی؟ ضرب در تقسیم بر این کنیم، میشه 1/2. اینجا میذاری. تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. مگر اینجا نیم نیست، میشه 1/2. تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 1/4. درسته؟ به توان ضریبش. ضریباش چجوری بود؟ مگه اینجوری نبود؟ 2 تا N2O5 میشه 4 تا NO2 به اضافه O2. خب O2مون چقدر بود؟ مگه 1/8 نیست؟ 1/8 باید به توان چند برسه؟ به توان 1. این باید به توان چند برسه؟ NO2 به توان چند؟ 4. این باید به توان چند برسه؟ به توان چند؟ 2. حالا میخوام بنویسم. چجوری میمیسم؟ میمیسم 1/8. 1/2 به توان 4 میشه 1/16. تقسیم بر چقدر؟ 1/4 به توان 2 میشه چقدر؟ 1/16. حالا 1/16 با 1/16 خط میخوره، جواب میشه چقدر؟ 1/8. این از این. سوال اول. گوش کن. سوال اولم چقدر شد؟ 1/8 مثلا 25000. درسته؟ واحد حجم مهمه تو مسائل؟ نه، اصلا مهم نیست. یک سوال دیگه حل میکنم. یه سوال دیگه حل میکنم، اینو قشنگ حل کنم راه میافتی. گوش کن. میام اول چیکار میکنم؟ گوش کن. میام اول واکنشو مینویسم. درسته؟ 4 تا ICL به اضافه O2 میدهد 2 تا CL2 به اضافه 2 تا H2. اینو به من داده. بالا چی میمیسم؟ اولیه. پایین چی میمیسم؟ مصرفی و تولیدی. اینجا خط میمیسم، میمیسم چی؟ در تعادل. اوکی؟ من میخوام اینو وسط حلش کنم. گوش کن، میخوام وسط حلش کنم. خب گفته مخلوطی از 5 مول گاز هایسیل. پس گاز هایسیل هم چقدره؟ 5 مول. مقدار اودوم چقدره؟ 1.1 مول. مقدار اولیه فراورده برابر چقدره؟ این صفره، اینم صفره. درسته؟ اینم صفر، اینم صفر. من اینو میدونم. گفته اگر در حالت تعادل 80% هایسیل تجزیه شده باشد. مگه 5 مول نیست؟ 5 مول.
اگر 80% تجزیه بشه یعنی چقدرش تجزیه شده؟ 5.80% میشه چقدر؟ 4 مول. یعنی 4 مولش مصرف شده. از هایسیل چقدر مصرف شده؟ 4 مول. درسته؟ خب حالا میخوام بقیه موارد رو بنویسم. من گفتم با استفاده از ردیف دوم میتونی بقیه رو حساب کنی. خب این ضریب چقدر؟ 4 شده 4. درسته؟ ضریب O2 چند برابر 4؟ چند برابر هایسیل؟ 1/4 دیگه. این ضریبش 1، این ضریبش 4. ضریبش 1/4. اگر از این 4 مول مصرف بشه از این چقدر مول مصرف میشه؟ 1 مول. چون ضریبش 1/4 برابر مونه. ضریب Cl2 چند برابر O2؟ ببین این ضریبش 2، این ضریبش 1. اگر از این 1 مول مصرف بشه از این چقدر تولید میشه؟ 2 مول. چون ضریبش 2 برابره. قبول داری؟ خب مثبت میذاریم. هاش دو مگه ضریبش با سی ال دو برابر نیست؟ اگر 2 مول از این تولید بشه چقدر از این تولید میشه؟ 2 مول. پس من اینا رو نوشتم. حالا میام ردیف آخر رو کامل میکنم. ردیف آخر، ردیف آخرم چیا دارم؟ بالا چی دارم؟ گوش کن. 5 منهای 4 میشه چقدر؟ 1 و 1/10 منهای 1 میشه چقدر؟ 1/10. 0 به اضافه 2 میشه چقدر؟ 2. 0 به اضافه 2 میشه چقدر؟ 2. پس من اینا رو همه رو حساب کردم. درسته؟ اینا همه رو حساب کردم. حالا میرم چی رو حساب میکنم؟ کار رو حساب میکنم. کار میشه چی؟ حجم رو بهم چقدر داده؟ ویو بهم داده چقدر؟ 2 لیتر. ویو بهم داده چقدر داده؟ 2 لیتر. خب میام این میسم. غلظت فراورده تقسیم بر غلظت واکنش دهنده. خب هاشتو رو میخوام بنویسم. غلظتش چقدر شد؟ 2 مول. باید چیکار کنم؟ تقسیم بر حجمش کنم. حجمش چقدر؟ 2 لیتر. 2 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 1. به توان چند ضریب هاشتو چقدره؟ 2. ضرب داره Cl2 چقدر شد؟ 2 مول. تقسیم بر حجمش 2 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 1. به توان 2 میشه 1/2. تقسیم بر 1/10. 1/10 تقسیم بر چی؟ 2. 1/10 تقسیم بر 2 به توان چند؟ 1. پس میشه 1/10 تقسیم بر 2 میشه 1/20 به توان چند؟ 1. ضرب داره. خب هایسیل چیه؟ 1. 1 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ حساب کن. 1 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 1/2. 1/2. درسته؟ به توان چند؟ به توان 4. اوکی؟ اینو میای حساب میکنی. اما من میخوام از روش دیگه حساب کنم. این روش، روش عادیشه. درسته؟ خب ببین، من میخوام از روش دیگه واسه حساب کنم. از این روشم بری ببین، اگر جزوه رو بگیری، خب این دقیقا میشه سال چند جزوه؟ اگر جزوه رو بگیری دقیقا میشه سال چند جزوه؟ سال 2 جزوه. درسته؟ غلظت واکنشه تقسیم بر غلظت فراورده تقسیم بر این. درسته؟ این از این. حالا من میخوام از روش دیگه واسه حساب کنم. از این روش دیگه. خب اینو اگه بخوای حساب کنی چه جوری میشه؟ صورت که میشه 1، مخرج میشه 1/20، ضرب در چقدر؟ 1/2 به توان 4 میشه چقدر؟ آفرین، 1/16. جواب آخرش میشه چقدر؟ 320. کدوم گزینه؟ گزینه 3. اما این روش عادیه. من میخوام واسه روش دیگه هم حل کنم. میتونی تقسیم بر حجم نکنی، میتونی تقسیم بر 2 لیتر نکنی. درسته؟ این کارو بکنی، بگی کا مساویه، غلظت دیگه نذاری، همین عدد رو بذاری، بگی هاش دو او به توان 2. درسته؟ ضرب داره Cl2 به توان 2 تقسیم بر O2 به توان 1 ضرب داره HCl به توان 4. خب بعد بچه ها میگن حجمو مگه نذاری میتونی سوال حل کنی؟ آره میتونی سوال حل کنی. میای چیکار میکنی؟ ضرب داره چی میکنی؟ V به توان منفی دلتا N. این روشی که میخواستم بهت یاد بدم، این روشی که میخوام یاد بگیری. میای چی؟ حالا میخوام سوال رو حلش کنم با این روش. خب هاش دو چقدر بود؟ 2. ضریب چقدر بود؟ 2 میشه 2/2. ضرب داره Cl2 چقدر؟ 2 به توان چند؟ به توان ضریبش 2/2. تقسیم بر اینجا مگه 1/10 نیست؟
به توان چند؟ یک. تقسیم بر اینجا مگه یک نیست؟ به توان چهار. ضرب در یک به توان چهار. ضرب در وی به توان منفی دلتا این. وی به توان منفی دلتا این. حالا دلتا این رو میخوای چجوری حساب کنی؟ گوش کن. دلتا این رو من میخوام حسابش کنم. دلتا این رو اینجوری حساب میکنی. دلتا این مول گازی و محلول فراورده منهای مول گازی و محلول واکنش دهنده. درسته؟ اینجوری می حسابش میکنی. خب گوش کن، پس اینجوری حسابش میکنی، دلتاینت این میشه. حالا چجوری دلتاین رو حساب میکنی؟ گوش کن اینجا. خب الان تو این واکنشم، تو این واکنشم دلتانم چقدره؟ مولای گازی فراوردم چقدره؟ چهار. مولای گازی و محلول واکنش دهندم چقدره؟ اینجا یک. با چهار میشه چقدر؟ یک با چهار میشه چقدر؟ پنج. چهار منهای پنج میشه چقدر؟ منفی یک. درسته؟ پس اینجا چی میذاری؟ وی به توان منفی منفی یک. درسته؟ میشه چقدر؟ مثبت یک. مگه ویمون چقدر بود؟ دو. دو به توان یک میشه. اگر این هم حساب کنیم میشه چقدر؟ 320. دیگه لازم نیست بری ویا رو بری حساب کنی. اوکی؟ لازم نیست بری اون رو حسابش کنی. الان سوال سه رو میخوام حل کنم. سوال سه. سوال سه رو نگاه کن. خودت حلش کن، جواب شما هم بگو. سوال سه. کاری که من کردم بیا انجام بده. کاری که من کردم دقیقا بیا انجام بده. کاری که من کردم گوش کن، میام چیکار میکنم؟ اولین کاری که میام میکنم، میام چی؟ واکنشو مینویسم. میام واکنشو مینویسم. واکنشم چیه؟ دو تا آ به اضافه میدهد، دو تا آ میدهد دو تا ب به اضافه سی به اضافه دی. حواست باشه دی چیه؟ جامد. این گام اول. بالا چی مینویسم؟ اولیه. اینجا چی می‌نویسم؟ مصرفی و تولیدی. اینجا چی می‌نویسم؟ در تعادل. این از این. در تعادل. چی گفته؟ گفته یک مول از گاز آ. پس مقدار اولی آ برابر چقدر است؟ یک. وقتی ماده جامد داریم به جاش یک می‌ذاریم. الان بهت میگم. آره. اینجا چند می‌ذارم؟ صفر، صفر، صفر. پس مقدار اولی فراورده برابر چنده؟ برابر صفر. صفر گذاشتم. این از این. گفته اگر در حالت تعادل 20% از این گاز تفکیک شده باشد. پس مگه یک مول نبوده؟ گفته 20%ش تجزیه میشه. یک ضرب در 20% میشه چقدر؟ 0.2. پس 0.2 از این گاز مصرف شده. 0.2 از گاز آ مصرف شده. پس اینجا چی میذارم؟ منفی 0.2. منفی 0.2. مگه ضریب بی با ضریب سی برابر نیست؟ اگر 0.2 از این مصرف میشه چقدر از این تولید میشه؟ 0.2. درسته؟ ضریب سی مگه نصف بی نیست؟ اگر 0.2 از این تولید بشه چقدر از این تولید میشه؟ 0.1، چون ضریبش نصفه. از دی چقدر تولید میشه؟ از این هم چقدر؟ 0.1. این از این. خب حالا میخوام حلش کنم. گوش کن اینجا رو. گوش کن. خب میام مینویسم. اعدار رو حفظین. یکی منهای 0.2 میشه چقدر؟ 0.8. صفر بلا 0.2 میشه چقدر؟ 0.2. صفر بلا اضافه 0.1 میشه چقدر؟ 0.1. اینجا هم صفر بلا اضافه 0.1 میشه چقدر؟ 0.1. اما به دی کاری نداریم، چون ماده چیه؟ جامده. درسته؟ حالا میخوام کار رو بنویسم. کار رو میخوام بنویسم. میشه غلظت فراورده ها به توان ضریبش. خب غلظت سی میشه چقدر؟ به توان ضریبش 0.1. به توان یک میشه 0.1. ضرب در غلظت بی
2 دهم به توان 2 میشه 2 دهم به توان 2. حواست باشه تقسیم برای حجمش نکردم ها. خب اینجا چی؟ اینجا 8 دهم به توان چند؟ 2. 8 دهم به توان چند؟ 2. من اینو نوشتم. بچه‌ها میگن چرا حجمو ننوشتی؟ حجمو به چقدر دادی؟ 1 لیتر. وقتی حجمو میدی 1 لیتر دیگه نمیخواد تقسیم کنی. چون بی تاثیره. چون چیه؟ بی تاثیره. حالا میخوام جواب اینو حسابش کنم. خب اینجا چی میذارم؟ 1 دهم. ضرب دره 2 دهم به توان 2 میشه چقدر؟ 400. تقسیم بر چقدر؟ 8 دهم به توان 2 میشه چقدر؟ 64. درسته؟ حالا بیا تقسیم کن. این 100 با این 100 میره. 4 با 64 میشه چقدر؟ این میشه 1، این میشه چقدر؟ 16. درسته؟ جوابش چقدر میشه؟ 160. 160. 160 رو باید چجوری حساب کنی؟ بچه‌ها میگه 160 کدومی که از این گزینه ها میشه؟ وقتی میخوام 160 رو حساب کنم، بیا نگاه کن اینجا رو. یک صفحه سفیدم رو بیارم. 160. 1 تقسیم بر 160. میام چیکار میکنم؟ میام به جای 1 چی میذارم؟ میمیسم 10 به توان 3 ضرب در 10 به توان -3. مگه 10 به توان 3 با 10 به توان -3 نمیشه 1؟ خب من به جاش اینا رو گذاشتم، میتونی اینا رو بذاری. درسته؟ تقسیم بر چقدر؟ 160. 10 به توان 3 میشه چقدر؟ 1000. 1000 تقسیم بر 160 میشه چقدر؟ 6.25. ضرب در چی؟ ضرب در 10 به توان -3. گزینه چند شد؟ اگر بری اینو حسابش کنی، خب اگر بخوای بری اینو حسابش کنی کدوم گزینه میشه؟ گزینه 3. این از این. بریم تست 4. گفته بر اساس این واکنش. خب گوش کن این از این. میخوام سوال بعدی رو حلش کنم. سوال بعدی، اول میرم چیکار میکنم؟ واکنش رو مینویسم. پس میرم چیکار میکنم؟ واکنش رو شروع میکنم به نوشتن. خب واکنش هم چیه؟ N2 به اضافه 2 تا O2 میدهد چی؟ 2 تا NO2. گام اول نوشتن واکنش. بعد میرم چیکار میکنم؟ اینجا میمیسم اولیه. اینجا چی میمیسم؟ مصرفی و تولیدی. اینجا چی میمیسم؟ در تعادل. اینجا چطورشون نایمد ها؟ در تعادل. درسته؟ پس اینجا چی میمیسم؟ اولیه. اینجا مصرفی و تولیدی. اینجا میده چی؟ در تعادل. باید حتی موازنه کنی. آره محسن جواب دادی، باید موازنه کنی. محسن جواب دادی جوادم نخبه هست. دیدی چجوری سریع محاسبه میگیری میکنی؟ تست زیاد، فقط تست زیاد بزنی، همین. اصلا راه دیگه نداره. خب گفته چی؟ به ترتیب 5 مول از گازهای اکسیژن و نیتروژن. پس گاز اکسیژن هم چقدره؟ 5 مول. اینجا میذارم چی؟ 5 مول. و گاز نیتروژن، نیتروژن هم چقدر؟ گفته 1 مول. مقدار اولی فراوردها برابر چقدره؟ 0. درسته؟ این از این. گفته اگر در این واکنش 0.5 مول از گاز نیتروژن، 50% از گاز نیتروژن به فراورد تبدیل شود. خب مگر 1 مول نیست؟ گفته 50%ش تجزیه یا مصرف بشه. 50% 1 مول میشه چقدر؟ 0.5 مول. پس اینجا چی میذارم؟ -0.5. این است. ضریب O2 چند برابر N2ه؟ 2 برابر. پس اگر از این 0.5 مول مصرف بشه، از این چقدر تولید میشه؟ مصرف میشه 1 مول، چون ضریبش 2 برابره. ضریب NO2 مگه با NO برابر نیست؟ اگر 1 مول از این مصرف بشه، چقدر از این تولید میشه؟ 1 مول. این از این. حالا گوش کن، میخوام ردیف آخر رو بنویسم. 0 به اضافه 1 میشه چقدر؟ 1. 5 - 1 میشه چقدر؟ 4. 1 - 0.5 میشه چقدر؟ 0.5. این از این. حالا میرم کار رو بنویسم. گوش کن، گفته ظرف 1 لیتری. وقتی میگه 1 لیتری لازم نیست تقسیم کنی، اصلا لازم نیست. میای کار رو بنویسی. میشه غلظت فراوردها تقسیم بر واکنش دهنده. خب فراوردم چقدره؟ 1. به توان ضریبش 1 به توان 2. اینجا چقدره؟ 4. به توان چند؟ 2. ضرب دره. اینجا چی؟ 0.5. به توان چند؟ 1. خب حالا میخوام تقسیم جوابشو دست بیارم. 1 به توان 2 میشه 1. 4 به توان 2 میشه 16.
16 ضرب در چند نیم؟ 16 ضرب در نیم میشه چقدر؟ 8. پس جواب همیشه چقدر؟ 1/8. 1/8 رو حفظ باش. میشه 125 هزار. جواب میشه گزینه چند؟ 1. این از این. مسائل تعادل به همین راحتیه. دیگه سوال تکراری حل نمی‌کنم، بریم سوال دیگه. خب. یه نکته داریم اینجا. نکته چی گفته؟ گفته وقتی در تعادل گفته می شود بازده درصدی x درصد است، یعنی واکنش دهنده ها به میزان x درصد تجزیه می شوند. این نکته خیلی مهمیه. خانم زاده عبدالله، شما که دیگه کارتون درسته دیگه، درسته. این از این گوش کن. خب میرم اول چیکار میکنم؟ واکنشو مینویسم. واکنشو میرم این بالا مینویسم. آ به اضافه دی میدهد دو تا ای به اضافه دو تا جی. من واکنشو نوشتم. اینجا مینویسم اولیه، اینجا مینویسم مصرفی و تولیدی، اینجا مینویسم چی؟ در تعادل. خب گوش کن. گفته اگر بازه درصدی چقدر باشد؟ گفته که با یک مول از هر یک از واکنش دهنده ها شروع می شود، یعنی این یکه، این هم یکه، واکنش دهنده هم یکه. مقدار اولی فراورده برابر چند بود؟ صفر. پس این صفره، این هم صفر. گفته بازه درصدی چند درصد است؟ 60%. وقتی میگه 60%، یعنی 60% واکنش دهنده ها تجزیه شدن. واکنش دهنده ها چند مول بودن؟ یک مول. یک مول ضرب در 60% میشه چقدر؟ 6/10. پس 6/10شون چی میشه؟ تجزیه میشه، یعنی 6/10شون مصرف میشه. از این 6/10 مصرف میشه، از این 6/10 مصرف میشه، درسته؟ خب این چند برابر دیه؟ دو برابر، درسته؟ پس چقدر از این تولید میشه؟ دو برابر این، 1/2، دو برابر 6/10، درسته؟ جی که ضریب نداره. اگر از دی 6/10 مصرف بشه، از جی چقدر تولید میشه؟ ضریباشون این یکه، اینم یکه، پس 6/10 از این. حالا می نویسم ردیف آخر رو. 1 منهای 6/10 میشه چقدر؟ 14. اینجا 1 منهای 6/10 میشه چقدر؟ 14. 0 به اضافه 1/2 میشه چقدر؟ 1/2. 0 به اضافه 6/10 میشه چقدر؟ 6/10. این از این. حالا میام چیکار میکنم؟ کارو می نویسم. کارو وسط می نویسم. خب چون گفته ظرف 1 لیتر تقسیم بر لیترش، لازم نیست اینا رو تقسیم بر لیتر کنی. خب میام می نویسم 6/10 به توان چند؟ به توان ضریبش که 1ه، میذارم 6/10. ضرب داره 1/2 به توان ضریبش میشه چقدر؟ ضریبش 2 دیگه، میشه 1/2 به توان 2 یا 12/10 ضرب در 12/10 میشه 1/2 به توان 2 دیگه. دو بار 1/2 نوشتم یا 12/10 نوشتم. تقسیم بر چی؟ دی 14 به توان ضریبش، ضریبش چقدر؟ 1. 14 تقسیم بر آ 14 به توان ضریبش که 1ه، اینجا هم 14. حالا میام با هم دیگه چیکار میکنم؟ ساده میکنم. چی با چی ساده میشه؟ این 10 با این 10، این 10 با این 10، این 4 با 12 میشه 1 مرتبه، این میشه چقدر؟ 3 مرتبه. این 4 با این 12 میشه 1 مرتبه، این میشه 3 مرتبه. 3 6 تا میشه چقدر؟ 9 تا. 9 6 تا میشه چقدر؟ 54 تا. یک دهم هم اینجا داره، میشه 5 ممیز 14. گزینه چند؟ گزینه 4. این از این. داداش محسن کلاس نیومده؟ چرا محسن هم اومده؟ محسن جاودانی اومده دیگه، از سالون کشیده بیرون دیگه، سمت سالون نمیره. سال 12 که هیچی، بریم تیپ بعدی، بریم این سوال حلش کنیم. من دارم از سوال آسون وسط حل میکنم، میرسم به سوال سخت، درسته؟ ثابت تعادل همینه، هیچ چیز دیگه ای نداره، فقط سوال میخوام واسه حلش کنم. گفته چی؟ این واکنش رو میام میمیسم. گام اول نوشتن واکنش. سی او به اضافه چی؟ هاش دو. میدهد چی؟ سی او دو به اضافه هاش دو. این از این. خب اینجا اولیه میمیسم، اولیه، اینجا مصرفی و تولیدی، اینجا هم در تعادل، درسته؟ خب اولیه. خب میام اطلاعات سوالمو می‌نویسم، نمیخوام کار خاصی کنم، خب اطلاعات سوالمو می‌نویسم.
تا ساعت چنده کلاس؟ این جلسه به خاطر این جلسه اول بوده، بقیه جلسه بعدی اضافه میشه، این جلسه تایمش کمتره دیگه. حالا بهتون میگم دیگه، تو چند سوال حل کنیم بعدش تمام. مخلوطی شامل 1 مول گاز CO، CO چقدره؟ 1 مول. 1 مول بخار آب چقدره؟ 1 مول. مقدار اول فرآورده چقدره؟ 0. این از این. ظرف سربسته چند لیتری؟ 10 لیتری. پس یه مربع اینجا رو باز میکنم میبینم چقدر؟ 10 لیتر. این از این. میخوام بقیه‌اشو بنویسم. گوش کن. گفته اگر در حالت تعادل مقدار 0.6 مول گاز CO2 در مخلوط وجود داشته باشه. گفته که در کجا وجود داره؟ در حالت تعادل، یعنی در اینجا CO2 چقدره؟ 0.6. گوش کن، گوش کن ببین چجوری واسه جدول پر میکنم. گوش کن، خیلی مهمه. روش همه بلد نباشی نمیتونی حلش کنی، درسته؟ خب مگر اینجا صفر نبوده؟ صفر با چی جمع شده شده 0.6؟ 0.6 تمام. خب مگه ضریب H2 با CO2 برابر نیست؟ اگر 0.6 از این تولید شده باشد، چقدر از این تولید شده؟ 0.6. خب مگه ضریب H2 با CO2 برابر نیست؟ اگر 0.6 از این تولید شده، چقدر از این مصرف شده؟ 0.6 منفی. CO2 مگه ضریبش با H2 برابر نیست؟ اگر از این 0.6 برابر مصرف شده باشه، از این چقدر مصرف شده؟ 0.6. درسته؟ حالا میام حساب میکنم. خب اینجا صفر به اضافه 0.6 شده 0.6. اینجا صفر به اضافه 0.6 میشه چقدر؟ 0.6. اینجا 0.6 میشه چقدر؟ 0.14. اینجا 0.6 میشه چقدر؟ 0.14. این از این. حالا میام چیکار میکنم؟ کارو مینویسم. کارو مینویسم. خب H2 چقدره؟ 0.6. 0.6 به توان چند ضریبش؟ 1. خب یه نکته میخوام اینجا بگم. خیلی نکتهش باله. اگر مقدار مواد گازی و محلول فراورده، بس بین نیست، اگر مقدار مواد گازی و محلول فراورده با مقدار مواد گازی و محلول واکنش دهنده برابر باشند، وی تأثیری ندارد. پس اگر مقدار مواد گازی و محلول فراورده با مقدار مواد گازی و محلول واکنش دهنده برابر باشد، حجم تأثیری ندارد. این طرف واکنش دهنده چند مول گازی داری؟ 1 مول اینجا، 1 مول اینجا. این طرف چند مول گازی محلول داری؟ 1 مول اینجا، 1 مول اینجا. پس واکنش دهنده هم 2 مول، فراورده هم 2 مول. پس دیگه ویو نمیخواد بذاریم. 0.6 به توان 1. 32. 0.6 به توان چند؟ 1. H2 0.14 به توان چند؟ 1. اینجا چی؟ 0.14 به توان چند؟ 1. حالا میام با هم دیگه ساده کنم. گوش کن. چجوری با هم دیگه ساده کنم؟ این 10 با این 10 میره. سروش هم آره، سروش هم اومده. این 10 با این 10. این 6 با این 4. این میشه 2 مرتبه، این میشه چقدر؟ 3 مرتبه. این 6 با این 4 این میشه 2 مرتبه، این میشه چقدر؟ 3 مرتبه. 3 ضرب در 3 میشه چقدر؟ 9. 2 ضرب در 2 میشه چقدر؟ 4. 9 تقسیم بر 4 میشه چقدر؟ 2.25. گزینه چند؟ گزینه 2. این از این. آره عتی هم اومده، همه اومدن. این تست چند بود؟ تست 13. تست 14 رو نمیخواد. تست 15 رو حلش کن. تست 15 رو حلش کن، جواب شما من بگو. کی داوطلبه بیا رو خط؟ کی داوطلبه؟ میتونیم بیاریم؟ کی داوطلبه؟ بیای رو خط جایزه میگیری، سوال حل کنی. من سروش نمیاد. دستشون رو بیارم بالا. این دست داره اونجا. جایزه جایزه خوبیه. هیچ کسی نمیاد؟ نه. فاطمه رحمانی، یاسین سرپله رو بیاری. یاسین صدا میاد؟ نه. کدوم سوال رسیدی؟
یاسین باید تایید کنی، باید تایید کنی بیای بالا. خب محمد رو بیارین، اون MHMF رو بیارین. محمد، محمد اسمش چیه؟ باید دکمه تایید هم بزن اینا تا بیاییم بالا. سلام، خوبی؟ شما خوبی؟ مرسی، ممنون. پایه چندومی؟ 11. خب اوکی. اینا تا الان خونده بودی یا نه؟ نه نخونده بودی؟ خب یه سوال حل کنیم ببینیم چه جوریه. اینا سال 12مه. خب اولین کاری که من باید بکنم چیه؟ به من بگو من انجام بدم. باش. خب بگو، منتظرم. خب اول که مقدار اولیه، اول واکنشو باید بنویسیم دیگه، درسته؟ بله. دو تا SO2 به اضافه O2 میده چی؟ دو تا SO3. قبول داری؟ SO3. خب بگو من چیکار کنم اینو. خب بالا چه صداش اینجوری میشه؟ بالا یک ذره نتت بده. یه ذره نتش بده. خب یکی دیگر رو بیاریم. کی میخواد بیاد؟ بیاریم بالا، بیاریم بالا جایزه بگیریم. هر کی میخواد سوال کنه بیاد بالا، دستشو بیاره بالا، من بیارمش بالا. یه صدای ما هم بد شده، یه صدای اون خراب هم. سب کنیم، سب کنیم. یه مشکل داره. الان صدا خوبه یا بده؟ چه جوریه؟ میگن خوبه، صدا خوبه، میگن خوب شد. خب اوکی، اوکی. کی میاد بالا؟ مریم رشیدی بیاریم بالا. سلام رشیدی. آره صدات میاد. خب خب بار استودو میذارم چی؟ 4.1 مول، درسته؟ درسته؟ نه. خب بعد چی کار میکنم؟ من اینجا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. اینجا جا افتاده یه چیزی، اینجا O2 2.2 اودود 2.2. بالای اودود چی میذارم؟ 2.2، درسته؟ نه. بالای اسوسه چی بذارم؟ صفر. اوکی. اینجا میذارم مصرفی و تولیدی، اینجا میذارم در تعادل. قبول داری؟ خب بعد چی کار میکنم؟ چی گفته؟ خب تو ردیف دوم بذارم، ردیف سوم بذارم. آفرین. اینجا چقدر میذارم؟ 4 مول میذارم. بعد میخوام جدول رو تکمیل کنم. چجوری جدول رو تکمیل کنم؟ خب ببین، اول میگم که صفر با چی جمع شده؟ شده 4. 4 بوده دیگه، درسته؟ خب اودو چقدر میشه؟ آفرین. ضریب اولو نصف اسوسه، پس این میشه چقدر؟ -2. قبول داری؟ نه. اس اولو چقدر میشه؟ میشه خب دو دهم منهای دو چقدر میشه؟ 2 دهم. 4.1 منهای 4 چقدر میشه؟ 1 دهم. 1 دهم، درسته؟ حالا میخوام چی رو بنویسم؟ کار رو بنویسم. کارو چجوری می‌نویسم؟ خب اس او سم چقدره؟ 4ه، درسته؟
باید چیکار کنم؟ مگه نباید تقسیم بر 20 کنم؟ 4 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 2. به توان چند؟ توان این چنده؟ 2. 2. درسته؟ خب این 2 دهم، عدد 2 دهمه. 2 دهم باید تقسیم بر 2 کنم. میشه چقدر؟ 1 دهم. 1 دهم به توان چند؟ 1. ضرب در این مگر 1 دهم نیست؟ باید تقسیم بر 2 کنم. میشه چقدر؟ چی؟ 1 دهم تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ میشه 1 بیستم. 1 بیستم به توان چند؟ درست. الان میخوام اینو حسابش کنم. 2 به توان 2 میشه چقدر؟ 4 یکم. درسته؟ تقسیم بر 1 بیستم به توان 2 میشه چقدر؟ یک چهار صدوم. یک چهار صدوم ضرب در، درسته؟ ده میشه یک چهار هزارم. قبول داری؟ نه. دور در دور، نزدیک در نزدیک. چهار ضرب در چهار هزار میشه چقدر؟ 16 هزار. خب 16 هزار تو گزینه‌ها نیست، اما این تو گزینه‌ها هست دیگه. گزینه 2 جمع میشه گزینه 2. ایول، آفرین. بریم یه نفر دیگه بیاد. مرسی اومدی. خب بریم یه نفر دیگه، بریم بالا. چی میخواد بیاد بالا؟ بیا بچه 11 ها ببینیم چجوری حل میکنم. ارتباط من قطع شد. الان صدات خوبه؟ صدا میاد؟ نه بله. خب به من بگو چیکار کنم اینجا اول؟ اول مقدار اولیه کدوم میلیش؟ اول واکنش، اول واکنش. بله واکنش، اول واکنش خوب هست. خب خب نه دیگه، من خودم نمیسیم دیگه. خب میده دو تا هاش دو است، درسته؟ بله. به اضافه چی؟ سه هاش چار. اول میام جدول میکشیم. اینجا میبینیم اولیه، مصرفی و تولیدی در تعادل. در تعادل. خب تو بگو من دیگه حلش کنم. اولیه فرآورده که صفر. آفرین. ایول صفر. این هم صفر. بالای اشتو بینیمیسیم سمون. خب و سستو هم یک. بذار ببینم درسته، درست نمیشیم اینو. 33 آره. خب چقدر؟ یه مون. درسته؟ خب در تعادل 33 رو نیم مون بریز. خب آفرین. 33 رو چقدر ببینم؟ نیم مون. نیم. خب حالا برای من جدول کامل کن. اصل منهای نیم بوده. آفرین. یک منهای نیم بوده شده نیم نیم. درسته؟ نه. ایول بذار اینو. چرا اینجوری شده؟ با چی کش؟ یک منهای نیم. حالا جدول کامل کن. منهای دو. کدوم؟ آفرین. هاش دو ضریب شن برابر اینه، چهار برابر اینه. پس این میشه چهار برابر نیم. میشه چقدر؟ دو. یه برابر دو. خب هاش دو است چی؟ هاش دو است یک. آفرین، چون ضریبش دو برابر اینه، دو برابر نیم میشه چقدر؟ یک. مثبت یک. یک. بقیه هم نیم. خب مثبت یا منفی؟ مثبت. چون تولید شده. درسته؟ خب اینجا هاش دو چقدر میشه؟ سه منهای دو میشه چقدر؟ هاش زه منهای دو یک. خب صفر به اضافه یک میشه چقدر؟ یک. صفر به اضافه نیم؟ نیم. تمام. درسته؟ خب مگه حجم ظرف یک لیتر نیست؟ خط میزنیم. کسی کنارت یا نه؟ نه. یه صدایی میادم. خب گوش کن، بگو با الان باید چیکار کنم؟ اول که برای فرآورده یک رو به توان دو کنی. خب اینجا یک به توان چند میرسه؟ به توان دو. خب خود یک رو میزنیم. ضرب در نیمه به توان یک. نیمه به توان چند؟ یک. میشه چقدر؟ خود نیم. درسته؟ نیم. پایینم چی میذارم؟ نیم. پایین یک به توان سه ضرب در نیمه به توان یک. یک به توان چهار ضرب در نیمه به توان یک. یکی به توان چهار. درسته؟ مگر این یکی با این یکی خط نمیخوره؟ بله. مگر این نیمه با این نیمه خط نمیخوره؟ جوابش میشه چقدر؟ میشه یک. تمام. یک. تا حالا تعادل حل کرده بودی؟ نه اصلا. خواهی یازدهمه. ایوه. تمام. این کسی که بچه یازدهمه هنوز تعادل نخونده، هنوز مقدمش هم نخونده، داره تست کنکور حل میکنه. تست 93 جز سخت‌ترین تست کنکور بوده. کنکور نوازی تر سخترین تست کنکور بوده دیگه، از این راحت تر دیگه نمیشه یاد گرفت. یه تست دیگه هم بریم؟ بریم. بیا اینو حلش کنیم.
اول به من بگو من چیکار کنم. اول با پولش رو آفرین. CO به اضافه NO2 میده چی؟ CO2 اضافه NO. این از این بالا چی می‌نویسم؟ اولیه. مقدار اولیه. مصرفی و تولیدی اینجا چی؟ در تعادل. در تعادل. ایول. حالا به من بگو من جدول رو می‌خوام کامل کنم. اولیه فرآورده‌ها که صفر. اولی فرآورده‌ها چند؟ صفر. صفر. خب. بقیه‌اش. بعد در تعادل صفر. بگو. در تعادل در 45 سال گفته در حال تعادل 45 سال چقدر وجود داره؟ 3 و 2 درسته؟ 45 سال 9 دهم مول دو 3 و چقدر بوده؟ 9 دهم 9 دهم بعد 3 و 2 این و 2 چقدر بوده؟ 15 سال قبول داری؟ ما این او رو نداریم. این او رو باید چیکار کنیم؟ باید به دست بیاریم دیگه. از سه و دو از طرف سه و دو بیاریم. خب آفرین. صفر به اضافه چی شده؟ 45 صدم. 45 صدم. 45 صدم. خب اگر 45 صدم از سه و دو تولید بشه چقدر از این او تولید میشه؟ این با هم 45 صدم. 45 صدم. صفر به اضافه 45 صدم میشه چقدر؟ 45 صدم. 45 صدم. درسته؟ این از این. ظرف اون 3 لیتریه. اوکی؟ کار به دست. خب میریم کار رو حساب میکنیم. خب 45 صدم مگه مال NO نیست؟ بله. تقسیم بر V چقدر میشه؟ تقسیم بر V چقدر میشه؟ تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 15 صدم. 15 صدم به توان چند؟ 1. نه باید باشه بخواد V رو باید با دلتایی به دست. حالا با این هم میتونیم به دست بریم، فرق نمی کنه. درسته؟ اینو میزنیم 15 صدم. این 45 صدم مگه نیست؟ بله. باید تقسیم بر حجمش کنیم، نمیشه 15 صدم به توان چند؟ 1. 15 صدم 1. درسته؟ این مگه 15 صدم نیست؟ تقسیم بر حجمش چقدر میشه؟ میشه 5 صدم به توان چند؟ به توان 1. این مگه 9 دهم نیست؟ تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 9 دهم تقسیم بر 3 دهم. درسته؟ این از این. حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم. این دوتا صفر مگه با این دوتا صفر نمیره؟ این صفر مگه با این صفر نمیره؟ بله. این 3 5 تا 15 تا مگه با این 15 نمیره؟ میشه 15. میشه 15 تقسیم بر 1 دهم میشه 1 و نیم. بله. گزینه چند؟ 1 و نیم. 3. سخت تعادل یا نه؟ نه ساده است. این از این. سادهش کرد. چاکرت، اصلا این حرفت خیلی خوب بود. راضیم ازت. خب، بریم سوال حل کنیم، یه سوال دیگه؟ بریم. یه سوال دیگه. ولی خیلی خوب حل می‌کنی. مدرسه عادی می‌ری یا مدرسه تیزوشان می‌ری؟ تیزوشان. تیزوشان کدوم شهر؟ فردوس. فردوس؟ دوبی. آه فهمیدم، دمت گرم. یه دونه سوال دیگه حل کنی برای این جلسه کافیه. یه سوال خوب بذار پیدا کنم. می‌خوام تیپ‌های دیگه‌اش رو جلسه بعدی بگم به خاطر همین. خب بیا. همین سوال رو حل کنیم. خب بیا، گفتم نسبت کادو و نسبت کایک چقدره؟ این سوال هم با تجهیز شما ساده میشه. چاکرم. خب این از این. این گفته بازه درصدیش. خب یه واکنش یک داده بهمون دیگه، درسته؟ بله. زده آ میدهد دو تا ایکس، قبول داری؟ بله. واکنش دوم چی داده؟ دی به میدهد زد. این از این. بعد بهمون چی گفته؟ گفته که واکنش با چقدر؟ با یک مول از ماده اولی آغاز. آفرین. پس این اولیه چقدر بوده؟ یک. این چقدر بوده؟ یک. مقدار اولی فرآورده اینم چقدر بوده؟ صفر. خب میرم ردیف دوم. مصرفی. مصرفی و تو چی؟ تولیدی. مصرفی و تولیدی. وقتی گوش کن گوش کن، میگه بازه درصدی 50 درصد یعنی چی؟ بازه درصدی 50 درصد یعنی چی؟ یعنی 50 درصدی یک. 50 درصد یعنی تجزیه میشه، درسته؟ بله. خب گفته در واکنش یک بازه چقدره؟
50%. خب 1 ÷ 50% میشه چقدر؟ نیم. پس نیم تاش مصرف شده. از این نیم تا بره از این چقدر تولید میشه؟ مثبت چقدر؟ چون ضریبش دو برابره. 1 ÷ 1 میشه چقدر؟ نیم. 0 ÷ 1 میشه چقدر؟ نیم. 1. درسته؟ خب ظرف اون چند لیتری 1 لیتری قبول داری؟ خط میزنی. آفرین. حالا میخوام اینجا کارو حساب کنم. نیمه به توان 1. نه دیگه اول باید فرابرده رو بنویسی دیگه. آه فرابرده 1 به توان 2 تقسیم بر چقدر؟ نیمه به توان 1. خب میشه 1 ÷ 1 تقسیم بر چقدر؟ 1 ÷ 2 میشه چقدر؟ 2. آفرین. پس کاهی کم چقدر شد؟ 2. گفته بازه درصدی واکنش دومی چقدره؟ 80%. خب 80 ÷ 1 = 80. آفرین. 1 ÷ 80% میشه چقدر؟ 8 ÷ 2. پس اگه از این از این 8 ÷ 2 مصرف بشه از این چقدر تولید میشه؟ 9 ÷ 8. آفرین. چون ضریبش با هم برابره. 1 ÷ 8 میشه چقدر؟ 2 ÷ 2. 0 ÷ 8 میشه چقدر؟ 8 ÷ 2. درسته؟ حالا میخوام کارو حساب کنم. اینجا 8 ÷ 2 به توان چند؟ 1. یک. اینجا 2 ÷ 2 به توان چند؟ دو دو. میشه چقدر؟ 1 ÷ 4. درسته این کادو. گفته نسبت کادو به کایک کادوم چقدره؟ 4. آفرین. این سوال سختی ها، سوال آسونی نیست. گزینه چند؟ گزینه 4. اوکی؟ این برای این جلسه. مرسی اومدید رو خط. دمت گرم. خداحافظ. شکرم. خداحافظ. بچه این جلسه تا اینجا من جزوه رو سیو میکنم واسه کانال خودم میذارم. ایول دمت گرم رشیدی. ایول. حالا جلسه بعدی من جلسه بعدی میخوام روش اصلی رو بگم. جلسه بعدی دیگه میخوایم بتر کنیم ها. اونجا روش تعادلی که من میخوام مال خودم رو بهتون بگم. دیگه اونجا میتر کنیم. چاکرتم. دمت گرم. قربونت. جلسه بعدی میتر کنم. فقط جلسه بعدی حتما باشین. چون هر چی جلسه درس دادم میخوام جلسه بعدی درو کنم دیگه. میخوام بهتون روش مشتی بهتون بگم. چاکرتم. قربونت. مرسی مرسی. دمت گرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.